لیلا سعادتی همکارم از لندن به ما پیوسته. لیلا، دیدم در این دقایق گذشته خبر آمده که اولین گزارش کمیته علمی وزارت بهداشت در مورد مسمومیت های زنجیره‌ای منتشر شده. چه میگن؟ آره، معاون وزارت بهداشت صحبتی کرده و گفته که ماده محرک در واقع تحریک کننده که استنشاقی هستش باعث شده و اینا هستش و یه توضیح هم داده و البته زیاد هم مطمئن نیست چون سناریویی هم مطرح کرده وزارت، یعنی معاون وزارت بهداشت گفته که ماده گاز نیست، جامد و یا مایع است و انواع مختلفی داره، پودر، خمیر که روی شوفاژ و بخاری که ریخته میشه اون در واقع متصاعد میشه و تبخیر میشه و باعث مسمومیت میشه، چیزی که الان در واقع معاون وزارت بهداشت و گفته. و اینکه بیشتر کسانی هم که دانش آموزان که به مراکز درمانی برده شدن استراب داشتن، در واقع مسموم نشدن ولی مثلا از حالت استراب و حمله عصبی که بهشون دست داده حالشون بد شده و به مراکز درمانی رفتن. یعنی هنوز هم به نظر میسه وزارت بهداشت مطمئن نیست چه چیزی هست، در واقع فقط یه گمان زنی هایی دارن. اما وزارت کشور هم در همین راستا، در واقع بر پایه همین گزارش وزارت بهداشت، یک بیانیه صادر کرده، دومین بیانیهش هست و در اون اشاره که یه جزئیات داده و نوشته که و گفته که گزارش های واصله که رسیده تا کنون در 250 کلاس از مدارس سراسر کشور تعداد محدودی و معدودی از دانش آموزان با ابراز ناراحتی به در واقع به بیمارستان و مراکز درمانی برده شدن. گفته که تاکنون هیچ ماده سمی و خطرناکی در آزمایشی که از دانش آموزا گرفته شده وجود نداشته و در کمتر از 5% مراجعان مواد محرک در واقع یافت شده، همین که وزارت بهداشت هم گفته که گفته که این مواد محرک که حالا مسموم کردن بچه ها رو یک اقدام آمدانه و جنایتکارانه است و گفته بیش از 90% دانش آموزان هم که ابراز ناراحتی کردن و به اورژانس رفتن حالشون به خاطر استرس بد شده، یعنی همون گزارش که وزارت بهداشت داره میگه. و گفته که آخرم گفته تعدادی از عناصر مخل روان و سلامت جامعه که نشر عکاسی کردن الان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتن. بنابراین هنوز هم همچنان که خودت هم گفتی تو خبر همچنان جواب روشنی نمیدن، کوچک سازی و بی اهمیت دارن جلوه میدن و میگن که بیشتر بچه‌ها، یعنی 90% بچه‌ها که رفتن به اورژانس‌ها که هزاران تا دانش آموز هستن خاطر استراب و حمله پانیک در واقع بوده. اما خودت هم گفتی در خبر این استان فارس و خوزستان همچنان امروز بیشترین آمار حملات شیمیایی رو در واقع داشتن و اینکه خوزستان فقط در اندیمش و ایزه 15 تا مدرسه مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن. همچنین خوابگاه دانشجوان هم امروز هم بعد از ظهر دیدم در تبریز یک خوابگاه دانشگاه سراسر تبریز هم مورد حمله شیمیایی قرار گرفت و تعدادی از دانشجوها به بیمارستان رفتن. خبرهایی که داریم میرسه این هستش که خیلی از دانشجوها میخوان در واقع خوابگاه رو خالی کنن، نگران هستن، خانواده میگن به شهرتون برگردیم ولی شهر رو پر شده از آمبولانس و مامور لباس شخصی و خانواده های نگران، عصبانی و مستعصب. ممنونم از تو لیلا سعادتی، همکارم از لندن.